با سلام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید و بینندگان عزیز برنامه ما، من مهین علیپور به همراه همکارم غلامرضا سومند در اتاق فرمان امروز 25 آبان ماه 1392 برابر با 16 نوامبر 2013 یکی دیگه از برنامه‌های علی تبریز رو خدمتون ارائه میدیم. هفته گذشته ما برنامه‌ای داشتیم راجع به کار خانگی که ویژگی های این کار خانگی چیه و پیامدهای اون و که معمولاً کار خانگی هم به زنان تعلق داره برای زنان چیه و اینکه سوالاتی داشتیم پیرامون اینکه آیا کار خانگی انتخاب خود زنه یا نه که پیرامون اون بحث کردیم. از اونجایی که ما به زودی 24 نوامبر رو داریم و 24 نوامبر یک روز بین المللی علیه خشونت به زنان هست و مردم و افرادی که به حقوق انسان ها معتقدن، مدافع حقوق زنان هستن، علیه خشونت به زنان هستن، سازمان و تشکل ها سعی میکنن در سطوح مختلف و به طرق مختلف علیه این خشونت اعتراض کنن و سعی کنن تاثیر بذارن برای اینکه راه حل هایی رو پیدا کنن علیه این نوع خشونت. و به همین خاطر ما هم اینجا تشخیص دادیم که راجع به خشونت خانگی صحبت کنیم. کار خانگی چی بود و حالا خشونت خانگی چیه، چه ویژگی‌هایی داره و علتش چیه و باید چی کار کرد. ولی قبل از اینکه سراغ موضوع اصلی برنامه‌مون بریم، من دوست داشتم راجع به یک گزارش خاصی صحبت کنم که این گزارش هم به هر حال در روزهای قبل از 24 نوامبر که روز بین‌المللی علیه خشونت هست به بیرون داده شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره خشونت به زنان از طریق خانم راشیدا مانجو. خانم راشیدا مانجو که خوب اینجا یه مقدار ما معرفیش کنیم، ایشون گزارشگر ویژه سازمان ملل هستن که مأموریت گرفتن راجع به مسئله خشونت به زنان تحقیق کنن در سطح جهان، ولی به طور کلی ایشون غیر از این کارشون اهل افریقای جنوبی هستن، استاد حقوق عمومی در دانشگاه کیپ تاون می باشند و همینطور کمیسیونر پارلمانی کمیسیون عدالت جنسیتی در افریقای جنوبی هستند و در روند تدوین قانون اساسی افریقای جنوبی دخالت بسیار مستقیمی داشتند. این ویژگی داشته این گزارش که ما انتخابش کردیم در این برنامه به خاطر اینکه در صفحات این گزارش 25 صفحه‌ای در صفحات 11 و 24 راجع به وضعیت زندانیان زن در زندانهای جمهوری اسلامی و اعدام زنان در این دوره هستش و به این خاطر که بالاخره بعد از 30 سال که جمهوری اسلامی یک آپارتاید جنسی داره حکومت میکنه، بالاخره همچین گزارشی میاد بیرون، حائز اهمیت هستش. من قسمت هایی از این گزارش رو براتون میخونم. راشیدا مانجو در گزارش خودش با عنوان گذری به عواقب و پیامدهای حبس بودن زنان، البته خود گزارش به نام گذری به عواقب و پیامدهای خشونت به زنان هست که این گزارش کاتگوری ها و گروه های و قسمت های مختلفی داره، بالفرض سخت جنین، فرار زنان، قربانیان قتل های ناموسی و همینطور گروه های دیگه. یک قسمت این گزارش، یک گروه بندی این گزارش، گذری به عواقب و پیامدهای حبس بودن زنان هست که بیشتر این گزارش راجع به ایران، جمهوری اسلامی و زنان زندانی سیاسی در ایران هستش. ایشون به این صورت میگن که شکنجه جنسی که از دهه 60 تا کنون در زندان‌های ایران متداول بوده همچنان ادامه داره. ایشون استناد میگیرن از تحقیقی از طرف سازمان عدالت برای ایران که همینطور در قسمت دیگه از این گزارش راجع به تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام صحبت میشه که دختران رو قبل از اعدامشون اینو با اینا اونا رو به صیغه پاسدارا و افراد اون دوروبر توی زندان در می‌بردن و فردای اون روز اینا رو اعدام می‌کردن. این واقعیتی بوده و این برگرفته از تحقیقات سازمان عدالت هست که سازمان عدالت برای ایران هم از طریق مصاحبه‌هایی که با زندانیان سیاسی انجام داده این اطلاعات رو به بیرون منتشر کرده.
همینطور این خانم در قسمت از گزارشش راجع به ازدواج اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی که تا به امروز هم ادامه داره صحبت میکنه در این زندان‌های ایران. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان در بخش دیگر از گزارش خود نیز به این واقعیت که در بسیاری از کشورها هرچی فعالیت سیاسی و مدنی گسترده تر بشه، به هر حال زنان دخیل تر میشن در این فعالیت ها و همینطور دستگیر میشن، زنان بیشتری به زندان ها فرستاده میشن. ایشون همینطور با استناد از تحقیق جنایت بدون عقوبت در مورد ایران اینطور ادامه میدن که یک گزارش جدید درباره جمهوری اسلامی ایران مستند به مصاحبه‌ای با زندانیان مختلف عقیدتی و سیاسی این واقعیت رو نشون میده که زنان به خاطر دلایل مختلف از جمله همکاری با گروه‌های سیاسی مخالف، دفاع از حقوق زنان، فعالیت‌های دانشجویی، کار با سازمان‌های غیر دولتی، دفاع از حقوق همجنسگرایان و ترانسجندرها یا دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی یا فعالیت‌های منفرد به عنوان روزنامه‌نگار، بلاگ‌نویس و مدافع حقوق بشر یا شرکت یا حتی شرکت در اعتراضات و تظاهرات‌های خیابونی و فعالیت‌های مدنی و سیاسی و همینطور همکاری با اقلیت‌هایی که به رسمیت شناخته نمیشن، اقلیت‌های با پیشینه غیر از به هر حال آنچه که جمهوری اسلامی قبول داره و همینطور مخالفت با قوانین و نرم‌های روزمره جمهوری اسلامی و حجاب اجباری دستگیر میشن و به زندان‌ها فرستاده میشن. رشید آمانجو در بخش از گزارش خودش هم به شکنجه روانی زندانیان زن اختصاص دادین گزارشو و اینطور میگن که در جمهوری اسلامی ایران از شکنجه‌های روانی شدید برای اخذ جزئیات درباره روابط جنسی زندانیان و تحت فشار قرار دادن آنها با تهدید افشای آن روابط برای وادار کردنشان به پذیرش اتهام جاسوسی استفاده میشود. دیگر روش‌هایی که جمهوری اسلامی در زندان‌هاش علیه زنان، حالا علی زنان به خاطر که تو این گزارش زنان مطرح هستن، ارده میشه، آزار روانی، ارعاب، آزار کلامی در بازجویی‌ها و خطاب دادن قربانیان به عنوان حرومزاده و نامشروع و فاحشه و غیر است. به هر حال این گزارش بسیار حائز اهمیته به خاطر که بعد از مدت‌های زیادی که جمهوری اسلامی همچنان داره به زنان چه تو خیابون‌ها و چه تو جامعه و چه توی زندان‌ها اجحاف میکنه، تو این گزارش آورده میشه قسمت‌هایش و بخصوص همینطور به تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام میپردازه که این بسیار اهمیت داره. شما میتونین این گزارش رو سرچ کنین تحت نام خانم راشیدا مانجو و در صفحات 11 و 24 این گزارش 25 صفحه‌ای من راجع به قسمت‌های راجع به وضعیت زندانیان سیاسی تو ایران صحبت شده. بله، حالا میریم دنبال موضوع اصلی برنامه خودمون. بله، خشونت خانگی. ما می‌خوایم اینجا به طور کلی این بحث رو اینطور شروع کنیم. چطور خانه که باید یک محل آسایشی برای خانواده باشه، خانواده‌ای که به هر حال از پدر، مادر یا حالا افرادی که با هم دارن زندگی می‌کنن و بچه ها تشکیل میشه، خانواده ای که به هر حال باید پناهگاه افراد خسته باشه که از کار روزانه بیرون میان و اونجا استراحت کنن و با هم اوقات خوشی رو داشته باشه، به صورت یک زندان کوچکی برای یکی از طرفین اون خانواده در میاد که معمولا هم خانوما هستن. یک زندان کوچک، یک محل شکنجه و آزار روحی برای اون زن خانواده. و متاسفانه این واقعیت هم داره که بچه های اون خانواده هم شاهد اینو شکنجه و آزار میشن. وقتی که ما میخواییم راجع به این صحبت کنیم، برای شما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به هر حال آمار همیشه گویا هستن، این بحث ها رو باید با استناد به آمارها شروع کرد، ولی از اونجایی که توی جمهوری اسلامی در آزادی بیان نیست، کسی نمیتونه به طور آزاد تحقیقی رو بدون اینکه وابسته به گروه، وابسته به تشکل، وابسته به جریان و قدرت سیاسی باشه داشته باشه، ما مجبوریم از خود آماری رو که در رسانه ها و در مطبوعات
میاد و در جمهوری اسلامی به بیرون داده میشه راجع به این خشونت ها از طریق ارگان ها، از طریق سازمان هایی که به این مسئله میپردازن استفاده کنیم. چاره دیگه ای نداریم، چون جایی هست که اختناق هست، آزادی بیان نیست، سانسور هست و به کسی اجازه نمیدن که بخواد تحقیق پیرامون این داشته باشه. آماری هم که ما اینجا استفاده میکنیم از افرادی هست که به هر حال قابل تایید مقامات جمهوری اسلامی یا ارگانهای جمهوری اسلامی هستن. یعنی این مقدمه رو من به این خاطر گفتم که آنچه که در این آمار ارده میشه که رقمهای بسیار بالا و ترس حقیقتا ناراحت کننده هم هستش، این فقط نوک اون قله یخی هستش. این آمار میتونه خیلی بالاتر باشه، صدای زیادی که به گوش کسی نمیرسه و چهره هایی که دیده نمیشه. این فقط نوک قله یخی هست و قسمت اعظمش زیر آب نهفته است و کسی اونو نمیبینه. بله، ما از اینجا از یک قسمت گزارشی از اداره بهزیستی استفاده کردیم و یکی دیگه از گزارش خانمی که با اشخاصی که به دادگاه ها مراجعه میکردن در رابطه به اینکه تحت خشونت قرار گرفته بودن، ایشون مصاحبه هایی داشته و بعد گزارش به بیرون داده. از این دو منبع استفاده میکنیم. بنا به گزارش سازمان بهزیستی ایران در سال بالفرض 84 که یه زمان خیلی پیش هم هست، من نتونستم آمار جدیدتری پیدا کنم، حقیقتا ظرف 6 ماه حدود 8000 شکایت میاد که این زنان مورد خشونت قرار میگیرن از طریق خود این زنان، یعنی روزی 44 تا. که نکته های جالب این آمار این هستش که در حدود 83% این شاکیان خونه‌دار هستند و 13%شون کارمند، که بعد اشاره میکنیم چرا باید کارمندا اینقدر کمتر باشن. و این آماری که داده میشه حدود 89%شون از طریق خانمای صورت میگیره که در شهرهای بزرگ زندگی میکردن و 11%شون از طریق خانمایی که در روستاها زندگی میکردن. یعنی 11% در روستاها خانوما تونستن برن و شکایت کنن و حدود 90% زنها تو شهرها این کارو کردن. این شکایت ها حاکی از اینه که این خانوما تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتن و طبق این گزارش و گزارش های دیگه حدود 66% زنان تو ایران به یک نحوی تحت شکنجه های روحی جسمی تو زندگیشون در رابطه با زندگی با یه شخص دیگه قرار گرفتن. و بدترین نوع شکنجه هایی که باز توی این گزارش میاد که منجر به یک تراژدی میشه در خشونت های خانگی، قتل های خانوادگی هست که حدود 80% قتل های زنان، حدود 80-85% قتل هایی که روی زنان صورت میگیره در خانواده ها صورت میگیره، چه از طریق اون پارتنری که باشون دارن زندگی میکنن یا میتونه از طریق پدر یا برادر و غیره هم باشه. و این به هر حال گزارش هست که بهزیستی داده. و نکته جالبی که تو این گزارش هست اشاره میکنه که اکثر افرادی که بیشتر شکایت میکنن و بیشتر تحت شکنجه قرار میگیرن و وقتی که به جاهای مختلف مراجعه میکنن که احتیاج به کمک بیشتر دارن، زنانی هستن که شاغل نیستن و زنانی هستن که سواد ندارن. بالفرض از اون 83% زنان خانه‌داری که شکایت کردن، از این 8000 نفری که آورده میشه، 34%شون بی سواد بودن و اینا اکثرا خانمایی هستن که شغلی ندارن و تو خونه نشستن. البته اینکه شخصی که مرفه نیست و به طور کل از خانواده‌ای میاد که مرفه نیست و بیشتر مورد خشونت قرار میگیره، شامل حال آقایون هم میشه. توی همین گزارش اومده بلفرض آقایونی که مورد خشونت قرار میگیرن به طرق مختلف، 53.9%شون وضعیت اقتصادی بدی دارن و حدود 20.9%شون وضعیت بهتری دارن و مورد خشونت قرار گرفتن. و همینطور در گزارش اداره بهزیستی میاد که دانشجویان
ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران میگن که در اکثر مواردی که خشونت ها در خانواده هایی که صورت میگیره که وضعیت اقتصادی پایین تری دارن، متاسفانه زن میتونه قربانی بشه و کشته بشه از طریق چاقو زدن یا خفه کردن. این دو روش بسیار عادی هست که این زنان قربانی میشن. این به هر حال این گزارش بود. یک گزارش دیگه هم خدمتتون میدیم و بعد به بحث خودمون و نتیجه گیری از این دو گزارش ادامه میدیم. یک گزارش دیگه ما داریم که این در حقیقت پژوهشی هست که خانم میترا خاقانی فرد انجام دادن. این خانم زنانی رو که به مجتمع قضایی مراجعه می‌کردند که بر علیه خشونتی که توی خونه وجود داره و مورد تعدید قرار گرفته یا اعمال شده بر علیهشون، به اونجا مراجعه کرد می‌کنن و کمک می‌خوان. ایشون میگن که حدود 81.4% این زنان اکثرا وضعیت اقتصادی بسیار بدی رو دارن و مورد خشونت قرار میگیرن. و این خانم باز اشاره میکنن که توی خانومایی که وضعیت بهتری دارن، معمولا اون خانم میتونه خانه رو ترک کنه و توی اون خشونت نمیمونه، یعنی توی اون دایره خشونت نمیمونه و یک جایی اون خشونت رو میتونه قطع کنه. ولی اون 81.4% که ایشون باهاشون صحبت کردن توی اون دایره خشونت قرار میگیرن و متاسفانه اون امکان مالی ندارن که بتونن از اون دایره خشونت بیان بیرون. و خود این حدود 82% که به این صورت هستن گفتن که این بدترین شکل خشونتی هست که میتونه اون شخصی که باهاشون داره زندگی میکنه اون خانوما رو بسیار مورد کنترل و شکنجه های روحی روانی به خاطر وضعیت بد اقتصادیشون قرار بدن. در ادامه این خشونت میاد که این خشونت سه تا رویکرد داره، یعنی سه تا عامل میشه که باعث این خشونت میشه. البته این گزارش هست، میتونه نظر ما نباشه، یعنی که ما میتونیم این نظر رو کامل کنیم. ایشون میگن بیکاری و اینکه اون مرد خونه وضعیت اقتصادی خوبی نداره عامل بسیار مهمی هست که باعث میشه که این خشونت رو به زن خودش اعمال کنه. و متاسفانه بچه ها معمولا شاهد این خشونت هستن و وقتی که بچه ها هم این خشونت رو میبینن، باز این رویکرد ایشون به این صورت مطرح میکنه که خود این بچه ها وقتی که بزرگ میشن خشونت و اینکه کسی رو مورد خشونت قرار بدن براشون خیلی سهل است. یک عامل دیگری رو که اینا مهم میدونن این هستش که نقش اون همسر هست، یعنی از چه خانواده از چه فرهنگی میاد، این میتونه بسیار مهم باشه. و یک رویکرد دیگه اینه که وضعیت اون زن در خانواده چطوره، اون زن چه موقعیتی داره و باز دوباره برمیگرده که اون زن چه موقعیت اقتصادی داره. به هر حال این گزارشی بود که من آوردم از اینجا. دوست داشتم اینجا ما این صحبت رو داشته باشیم که 92% خشونتی که به زنان میشه تو خونه هاست و همینطور گفته میشه که 11% زنان تو روستاها میرن شاکی میشن. همه اینا نمایشگر این هست که چقدر میتونه وضعیت اقتصادی زن مهم باشه و رولی که اون زن تو جامعه داره و شغلی که اون زن توی جامعه داره. و همین خاطر هم هست که باز در ادامه این گزارش به این صورت آورده میشه که نیمکت میتونه سنگر زنان باشه و اگر زنان با سواد بشه و درس بخونن یک راه رهایی دارن. ولی از اونور میبینیم که پوشش تحصیلی دختران از 94 به 97% رسیده و حدود 65% دختران راه به دانشگاه پیدا میکنن، ولی همونطور که داره میبینیم حدود 14% خانوما نیروی کار تو ایران رو تشکیل میدن. پس ما میخوایم این نتیجه گیری رو بکنیم که همه اینها باشد، ولی آنچه که میتونه وضعیت رو تغییر بده به نفع زنان، گرفتن یک رول و یک موقعیت مهم در چرخوندن وضعیت اقتصادی جامعه هست، شغل، تحصیلات و غیره، و همه اونا ناشی میشه اینکه اون حکومت و اون سیستم سیاسی که داره اونجا قدرت داره و داره جامعه رو میچرخونه چقدر مدافع زنان باشه. زمانی که آپارتاید جنسی داره اونجا حکومت میکنه و زنان رو میخواد گوشه خونه بنشونه، مسلما فرهنگ خودش هم درست میکنه.
و من میخواستم اینجا مقایسه کنم با بالفرض اروپا و کشورهای دیگه. متاسفانه همکار من داره 5 دقیقه آخری رو نشون میده، ولی من اینو میخوام بگم که مثلا خشونت خانگی که در کشورهای اروپایی وجود داره به هر حال بسیار خاصه و صحبت از یک فرهنگ به آنچنان مرسالار و غیره نمیشه، و کمک هایی که به اون زن میکنن سعی میکنن که زن رو از اون دایره خشونت بیارن بیرون. زن گاهن به یک حالتی میرسه که اون خشونت حالت طبیعی به خودش میگیره و راه‌های زیادی از خانه‌های امن زنان هست، هویت مخفی بهش میدن و پلیس بسیار کمک میکنه زنان رو که بیارد بیرون. یعنی جامعه به اون صورت قوانین زن ستیزی نداره که اون زن رو بیشتر بنشونه که توی اون خشونت بمونه. به نظر ما اون دلیل اصلی یک خشونت دولتی است که با 1001 قوانین ضد زن خودش و فرهنگ و نرمای خودش زنا رو به این روز انداخته. ولی باز میخواستم اینجا اینو بگم که حدود که خود رول زن هم میتونه مهم باشه. نباید خجالت کشید که از خشونت تو زن صحبت از توی خونه صحبت کرد، باید به صورت باز از این خشونت صحبت کرد. خود زن میتونه مؤثر باشه، همونطور که گفتم جامعه باید خیلی حمایت کنه، ولی به هر حال این حرکت ها هم مهمه و این دیوار رو بشکنه و از اون خشونت صحبت کنه و بتونه حمایت های اطراف خودش رو به خودش جذب کنه. به همین خاطر در آخر برنامه‌مون من شما رو دعوت میکنم به یک قطعه موزیک که تحت همین عنوان هست که میگه بر علیه خشونت بلند شید و حرکت کنید. و این خودش به هر حال در شرایطی جمهوری اسلامی که ما راه چاره رو فقط نابودی آپارتاید و از بین بردن جمهوری اسلامی میدونیم برای اینکه زنان آزاد بشن، ولی به هر حال زنان با شکستن این پوسته‌ای که دور خانواده است و مورد خشونت قرار میگیرن میتونن حمایت های اطرافی رو به خودشون جلب کنن. و قبل از اینکه سراغ این ویدیو کلیپ و موزیک بریم، نهایت تشکر رو دارم من و همکارم که تا اینجای برنامه با ما بودید و به امید داشتن شما در برنامه آتی. هر کجا که هستید شب و روز شما خوش. Return that I can't sleep tonight in this hospital light. What you call a tragedy is just another day to me, for my heart beats with fear as his footsteps draw me. The life I'm meant to lead won't slip away. Of this, you whispered words and empty threats, ripple away the seams of what I thought this would be. The last thread has come undone to reveal.